بهترین خودم رو آوردم و فکر نمی‌کردم پارتر اون نتیجه رو بگیرم، ولی امسال جوری اومدم که هیچ کس نتونه نزدیکم بشه. سلام به همه دوستان، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. امروز یه ویدیو داریم از مستر اولمپیای 2024، جایی که هادی چوپان امسال میخواد برامون کاری بکنه، کارستون. قبل از هر چیز میخوام که کانال منو سابسکرایب بکنید تا ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. کنفرانس مطبوعاتی اولمپیای 2024 در حالی آغاز شد که هادی خط نشون اساسی برای تمام رقبای خودش کشید. تو این ویدیو میتونید ببینید که هادی چقدر آماده است و امسال اومده که ساندو رو برای ما ایرانی‌ها به ایران بیاره. براش آرزوی موفقیت می‌کنیم. مسابقات مقدماتی المپیاد 2024 قراره که 12 اکتبر شنبه ساعت 4 صبح به وقت ایران آغاز بشه. امیدواریم که هادی بتونه اونجا صد خودش رو بذاره و یه ساندوی دیگه برای ما ایرانی‌ها به ایران بیاره. جالب بود دیروز که وزن‌کشی انجام شد، هادی چوپان شماره 1 رو برداشت، مثل سال 2022 که دوباره شماره 1 رو داشت. و اینم خیلی جالبه که بدونید که مسابقات مثل المپیای امسال تو لاس وگاس انجام میشه، همون جایی که هادی سال 2022 تونست ساندو رو به ایران بیاره. و اینم یکی از نکات جالب مسابقات امساله که امیدواریم که هادی بتونه مثل سال 2022 دوباره ساندو رو به ایران برامون بیاره. و اما تو مراسم چکینگ دیروز، تلرمنیون یه هشدار جدی به تمام بدنسازهای سنگین وزن مثل المپیا داد و اومد گفتش که امسال همه بدنسازها باید روی خط مشخص شده باشن، جلو عقب نرن، هر کس بیاد جلو بار اول بهش اخطار میدیم، بار دوم از فراخانی که داخلش هست میذاریمش کنار و هر گونه لمس کردن هم ممنوعه. امسال ورزشکارا باید بیشتر مراقب رفتارشون باشن تا اخطار نگیرن. حرفاش کاملا درسته، اما استیج نیاز داره به یکم هیجان، اینجوری باشه خیلی خشک میشه به نظر من. ورزشکارا بعد امسال خیلی مراقب رفتارشون باشن، چون اگر اشتباهی بکنن از فراخونی که داخلش هستن میتونن اخراج بشن و کل زحماتشون توی این یک سالی که گذشته رو از دست بدن. بریم مصاحبه دریک لانسفورد رو ببینیم که اونجا داره اشاره میکنه بهش مشکل اصلی شکمش که سال گذشته باش I've been focused on this year's Olympia stage. I've been training those abs more this year than I've ever trained ever. I've trained them three times a week, and I think we're going to see a big change, and I'm glad you took that seriously. Because, you know, being number one, you still can have more things you can work on, and I'm glad. Always improve. I don't care how good you are. Nobody's perfect. The thing is, we talk about how there's always something you can improve, but that I wanted to be able to you know, create even more distance with improving my back shots. So I think that's what we've been able to do this year, as well as, you know, bringing up other shots that, you know, needed to be brought. سامسون هم تو مصاحبهش میگه که من بدنسازی نیستم که سالی یه بار مسابقه بدم. قبل از المپیا رفتم فرانسه تا بدن خودم رو محک بزنم، تا ببینم مشکلاتم کجاست، اونا رو برطرف کنم برای مثل المپیای امسال. کنفرانس مطبوعاتی هم که دیشب شروع شد، از همون اولش با حاشیه شروع شد. وقتی که دریک اومد روی صحنه، یه تیشرتی از قبل پوشیده بود که بخواد اونو به همه نشون بده، گرمکن خودش رو درآورد که اون تیشرت رو نشون بده که بگه کینگ اینجاست، من کینگم. و وقتی هم که مدعیان اصلی داشتن با ساندو عکس میگرفتن و اونو بالا میبردن، اون حتی بهش دست هم نزد و اصلا بهش توجهی نکرد. و یکی از داورا ازش پرسید که تو نباید برای گرفتن حق اینقدر مهربون باشی، و اون گفتش که من دوست ندارم که پشت میکروفون بخوام بد حرفی کنم، بد زبونی کنم و چیزی بگم، من همه چیز رو روی استیج نشون میدم و فردا میبینیم که به قولی کتنه کیه. یه عکسی هم که از دیروز توی صفحات مجازی داره دست به دست میشه، این عکس هادی چوپان با دریک لانسفورد که نشون داده که هادی اونو خیلی کوچیک میبینه. و به نظر من این عکس یکی از عکسهایی که در تاریخ مثل المپیا تا حالا اتفاق نیفتاده و هادی رو میبینید که چطوری بهش نگاه میکنه.
You got to be the dirtiest Derek in order to, you know, to hold these guys off. I don't think I need to be the dirtiest Derek on the mic with my words. I think I need to be the hardest worker in the gym, and that's what I've been doing since 2023. در آخر هم آرزوی موفقیت میکنیم برای هادی چوپان. امیدواریم که ساندو دوباره به ایران برگرده. هادی تو میتونی، تو عشق یه ملتی، ما همه دوستت داریم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم بذارید، بگید که امسال کی قراره ساندو رو به خونه ببره.